معاصرین. بله بله، از بزرگ اساتید ضرب تو ایران و از سال 52 سه ایشون رادیو ضرب میزد با بزرگان، با خیلی از ارکسترای شماره 1 و 2 که عباس شاهپوری بود رهبر ارکستر شماره 2 کار کرده، سال با روانشناس خانم هایده ضرب میزد و کارشون بسیار عالیه و دوستان نزدیک و صمیمی و قدیمی من هستن. عالیه. مرحبا، براو به این سلیقه شما و انتخاب مدعوینی که داشتیم اینجا، ممنونم ازتون. جناب یاسری، داوود یاسری هستیم خدمتتون. به نام خداوند مهربانی ها، سلام، سلام گرم به تمام دوستان عزیزم، هنرمندان گرامی و هموطنان خوبم در خارج از کشور. امیدوارم این فیلم به یادگار بمانه و چون از من خواسته بودن که راجب دوست بسیار خوبم، هنرمند بسیار عزیز من، که حالا زود معرفیشون کنم، اجازه بدین من یکم راجب رزومه‌شون باهاتون صحبت بکنم بعد معرفیشون میکنم. این هنرمند عزیز، خدمت همه عزیزان عرض کنم که این هنرمند واقعا از جان و مال و از همه چیز گذشتن که بتونن به موسیقی مملکتمون خدمت کنن و سعیم کردن و موفقم بودن که شاگردان خوبی، هنرجویان خوبی رو تربیت کنن که الحمدلله موفقم بودن. در همین بین من یه دفعه یک شعری یادم اومد، خواستم این شعر رو برای این دوست عزیزم و همه شما شنوندگان محترم و بینندگان عزیز بخونم. گفتم به خرد تویی، تویی بالا دست، برگو به جهان دل به چه میباید بست. برداشت قلم به روی لوحی بنگاش، عشق است و محبت قلم را بشکست. این شعر رو برای این براتون خوندم که وجود این آقا عشق و محبت، زندگیش عشق و محبت بوده و هست برای همه هنرمندا بدون استثنا، بدون استثنا، چه نامدار بودن چه نبودن. و از بزرگ و ایشون الحمدلله با همه بزرگان موسیقی مملکت مراودت داشتن، یا حالا از وجود اونها استفاده می‌کردن یا نه نمیدونم دقیقا، ولی چون خودشون ماشاءالله یه استاد کامل بودن و هستن، ولی همیشه احترام بزرگترها رو، هر کاری که دستشون بود ایشون برای همه هنرمندا، اینو من به واضح دیدم چون من نیم قرن بیشتر بوده که با جناب آقای الان دیگه باید خدمت شما عزیزان بگم استاد مهران مهتدی که واقعا یکی از انسان‌های دوست داشتنی و خوب، انسان بزرگ که واقعا آرزوی سلامتی براشون دارم. ایشون گفتم که از جان و مال و ملی اصلا عشقشون بوده همین که بتونن خدمتی به جامعه هنر بکنن و به دوستانشون، این خصلت مردانگی رو داشته. خدا رحمت کنه آقای تهرانی، خدا بیامرزه، گفتن که اول انسان باشین بعد چیزهای دیگه. در هنر 90 اگر 100 تا باشه یک دونش هنره، بقیهش مسائل دیگه است. سعی کنی خوب باشین، انسان باشین، چشتون پاک باشین، چیزایی که مرحوم تهرانی سفارش کردن. واقعا همه این مسائل در وجود آقای مهران خان بوده در این چند سالی که من باشون دوست بودم و یا دیگران، هر جا صحبت ایشون میشه همه با یه احترامی برای ایشون، احترام خیلی بزرگ، احترام خوب قائلم. خدمتتون عرض کنم من پیش از انقلاب دقیقا یادم هستش که ایشون با یه گروهی همکاری داشتن، دوستانی که شیراز اومده بودن همشون، جناب آقای سیامک خان ایقانی نوازنده خوب ویولون و برادرشون که خدا رحمتشون کنه سهیل خان ایقانی، و دوست دیگه هم داشتیم که الان امریکا هستن،
که امیدوارم موفق و خوب باشن، جناب آقای جمال اسفندیاری، جناب آقای مهتدی اون زمان تو این ارکستر عود میزنن، ولی باور بفرمایید ایشون هر جا پیانو میدیدن میرفتن پیانو میزدن، هر جا ویولون میدیدن میرفتن ویولون میزدن. و واقعا اگه ما جایی برنامه‌شیم نمیفهمیم تکلیفمون چیه، مهران خان چه سازی رو میخوان بزنن، چون همه سازا رو به خوبی میزدن. و اون کاری که دستش بود برای دیگر هنرمندا انجام میدادن بدون چشم داشتی، بدون هیچ چیزی، چون نیازی به چیزی نداشتن. ایشون فکر کنم با خدا معامله کرده بودن و واقعا از صمیم قلب برای همه عزیزانش، برای تمام هنرجوهاش که من هنرجویان ایشون میشناسم، کسانی که پیش ایشون کار کردن از دور و دور ارادت دارم بهشون، همه از خوبان هستن، همه از خوبان. در وهله اول اخلاق خوب آقای مهتدی رو گرفتن که این از نظر من، برای من که هر نوازنده، هر هنرمندی باید این اخلاق خوب رو داشته باشه. ساز خوب با اخلاق خوب شنیده میشه، سازی که به دل دیگران بخواد بشینه مطمئن باشین اخلاق خوب، اخلاق خوب. آقای مهتدی واقعا از خوبان هستن. و خواستم اینم بگم که در موسیقی ایرانی شاخه‌ای ما داریم که بداهه نوازی معروفه، کسانی که تو کار تک نوازی هستن، استاد یا حقی، استاد ملک، خدا رحمت جون کنه، در تنبک استاد جهانگیر خان ملک و هنرمندان دیگه، استاد فضل الله توکل، آقای بدیعی، همه اینا از بداهه نوازان خوب این مملکت بودن، جناب آقای پایور، آقای اسماعیلی، همه اینا به درجه رسیده بودن که در کار بداهه نوازی یک بودن واقعا. و مهران خان هم کمی نداشت واقعا، هر جا هر سازی میدید برمیداشت با اون حال خوبش. گفتم اون سرمنشش از اخلاق خوب، قلب خوب، دل خوب، حال خوب، اون ساز شنیده میشه. در صورت چون میدونم و خیلی زیغه، من آرزوی موفقیت و تندرستی و سربلندی برای جناب آقای مهتدی دارم. امیدوارم که همیشه خوب باشن و بتونن این راهشون رو، این راه خوب رو که سرمشقیه، من فکر کنم برای همه هنرمندا، که سعی کنن آقای مهران رو ببینن، آقای مهران خانو، که چه اخلاق نیکویی دارن، چه انسان بزرگی هستن، چقدر خوب. من یادم هست هر کاری که ایشون چه در شادی ها چه در غم های هنرمند ها بودن، شریک بودن، چه مسائلی براشون پیش میومد، بیمارستان برای در، این از شاخصه های کار آقای مهتدی بود و از حسنای خوب، از حسنای خوب که هر جا صحبت میشه ذکر خیریشون میشه. واقعا من به چنین دوستی افتخار میکنم و افتخار دارم. امیدوارم همیشه تندرست باشن، سلامت باشن، براشون از درگاه خدا آرزوی سلامتی دارم و موفقیت روزافزون، موفق و سربلند باشه. برای شما همه عزیزانم که زمان گذاشتین و این فیلم کوتاه من رو دیدین آرزوی سلامتی دارم. برای دوستان خارج از کشورم همه آرزوی خوبی، انشاءالله زندگی خوبی داشته باشین. در اول که گفتم یه زندگی پر از عشق و محبت، که خود گفتم مهران خانم سرمنشأش زندگیش از همین چیزا بود، عشق و محبت.